ما توی حسابان تو فصل تابه ها یاد گرفته بودیم که چه شکلی دوتا تابه زوج مرتبی رو با همدیگه ترکیب کنیم، یا نه یه تابه زوج مرتبی رو خودش رو با خودش ترکیب کنیم. حالا توی ریاضیات گسسته میخوام یاد بگیریم که چه شکلی یک رابطه رو با خودش ترکیب کنیم، یه راحت‌تر و ساده‌تر یاد بگیریم. اول اون راهی که توی حسابان خوندی رو با همدیگه تمرین میکنیم، ویژگی‌هاش رو یاد می‌گیریم. بعد یه نکته خیلی خوب بهتون یاد میدم که از همین ویژگی‌هایی که تو فیلم قبلی یاد گرفتیم در مورد همون تواندو بولی، می‌بینیم که چقدر به من کمک می‌کنه تو محاسبه رابطه ROR، یعنی یک رابطه رو با خودش ترکیب کنیم. اول یه تعریف با هم دیگه ببینیم. اگر رابطه R یک رابطه در مجموع ناتوی A باشد، در این صورت گوییم A و C در رابطه R رابطه ROR را دارند، هرگاه عددی مانند B در A موجود باشد که آ رابطه داشته باشه با بی و بی هم رابطه داشته باشه با سی. خب تعریف یه ذره سخته، زیاد حالا با تعریف کاری نداریم، صرفا چون دوباره توی کتاب درس بود من خواستم این تعریف رو اینجا یه بار با هم دیگه داشته باشیم. این رابطه آر او آره. یه دونه مثال حل کنیم ببینیم اون چیزی که حالا تو تعریف دیدیم تو مثال چه شکلیه. این راهی که الان میخوام حل کنم همون راهی که شما توی حسابان برای ترکیب توابع زوج مرتبی یاد گرفته بودیم. سوال چی میگه؟ اگر رابطه R باشه A و A، A و D، B و C، B و A، D و B روی مجموعه A، B، C، D تعریف شده باشد، اعضای رابطه R و R رو بیابید. میگه رابطه R و R رو پیدا کن، R هم که بهت داده. کاری که تو میکنی چیه؟ من میخوام R و R رو پیدا کنم زوج مرتبشون. شما میای اول از همه A رو میدی چون A، B، C، D، E بود. اگر من A رو بدم به رابطم، به عنوان ورودی، چون این تابه چی میگفت؟ ورودی بده خروجی بگیر. حالا اگه به ازای یه ورودی دو خروجی میگرفتیم اون دیگه تابه نبود، میگفتیم رابطه است. الان میگم رابطه است. اگه من A رو به عنوان ورودی بدم به رابطم، میگم A با چی رابطه داره؟ یا D یا C. یعنی اینجا یا نگیم، هم D هم C، اینجوری بگیم بهتره. A هم با D رابطه داره هم با C. اگر B رو بدم چی؟ B باقا با C. اگر سی رو بدم، سی به عنوان ورودی که اینجا وارد چه با هیچی رابطه نداره. اگر دی رو بدم به بی میده. پس شما برای رابطه آر او آر که میخواین توی حسابان به دست بیارین این کار میکردین، ای بی سی دی یعنی ایکس ها رو میدادین، ایگرگ ها رو به دست میارین. حالا خروجیاتونو دوباره بدیم به رابطه آر. آر آر یعنی چی؟ یعنی دو بار این کارو تکرار کن، یعنی ورودی بده خروجی بگی، دوباره خروجیتو بده به تابعت یا بده به رابطت، ببین چی بهت میده. اگر من دی رو به عنوان ورودی بدم به این، بهم چی بهم میده؟ دی بیاد اینجا بی بهم میده. اگر سی رو بدم به این، سی رو بدم هیچی بهم نمیده. یعنی چی هیچی بهم نمیده؟ یعنی سی با هیچی رابطه نداره. من اینجا میبینم مثلا آ با دی رابطه داره، آ با سی رابطه داره، بی با سی رابطه داره، دی هم با بی، ولی سی با هیچی رابطه نداره. ممکنه یکی تو خونه بپرسه چرا اینهاش سی با بی رابطه داره؟ میگم نه خیر، بی با سی رابطه داره. اگه گرافشو بیاری تو ذهنت، از بی به سی یال وجود داره نه از سی به بی. پس اینا خیلی مهمه. دوباره سی با هیچی رابطه نداره، بی رو که نگاه کنی بی با سی رابطه داره، که بی هم با سی رابطه داره. خب حالا چی شد؟ من تونستم آر او آر رو به دست بیارم؟ بله. الان آر او آر من چی میشه؟ آ و بی مینویسمش، آخرش هم دی و سی، یعنی دو تا زوج مرتب داره. پس رابطه آر من چند زوج مرتب داشت؟ 4 تا. وقتی با خودش ترکیب کردم چی شد؟ دو تا زوج مرتب داشت. این اگه بخوام با اون تعریفی که تو اسلاید قبلی دیدیم بخوام بهت بگم این شکلیه. میگه زمانی آ با بی رابطه داره، زمانی آ با بی رابطه داره که مثلا یه عضو دیگه وجود داشته باشه که آ با اون رابطه داشته باشه و بی هم با اون باد بی رابطه داشته باشه، اینجور بگم بهتره. زمانی آ با بی رابطه آر او آر رو داره، زمانی که آ با بی رابطه آر او آر رو داره که آ مثلا با یه عضوی مثل دی رابطه آر رو داشته باشه، دی هم با بی رابطه آر رو داشته باشه. ولی اون تعریف چون سخت بود همین راهی که گفتم. البته ما تو گسسته اصلا از این راه استفاده نمی کنیم. من فقط خواستم یه توضیح بدم که شما تو حسابان چه شکلی یه رابطه رو با خودش ترکیب می‌کنید، چه یه تابع رو با خودش ترکیب می‌کنید. چند تا ویژگی اول با هم دیگه کار کنیم، بعد ببینیم سراغ راهی که توی گسسته میخوام بهت بگم. میگه اگه این رابطه رو n بار خواستی با خودش ترکیب کنی، مثلا 5 بار خواستی با خودش ترکیب کنی، دونه دونه این کارو میکنی. یعنی چی؟ یعنی مثلا تو اول میری مثلا r2 رو بخوای بدی، r اندیسش 2 یعنی چی؟ یعنی r او r، r اندیسش 3 یعنی چی؟ یعنی r او r او r. شما برای اینکه این کارو بکنی، اول مگه بخوای 3 بار یه رابطه رو ترکیب کنی، اول r او r رو به دست میاری، بعد که r او r رو به دست آوردی دوباره با r ترکیبش میکنی.
این معنیش اینه. نکته دوم میگه که خاصیت جابجایی پرانتز داریم، یعنی آر 1 او آر 2 او آر 3 رو خاصه به دست بیاری، میتونی اول آر 1 آر 2 او آر 3 رو به دست بیاری حاصلش رو با این ترکیب کنی، یا اینکه نه اول آر 1 و آر 2 رو به دست بیاری حاصلش رو با این ترکیب کنی. تو حق نداری جاهاشون رو عوض کنی، جای اینا نه، ولی پرانتزا رو اشکالی نداره. من چه گفتم که اگه آر 1 و آر 2 با آر 2 و آر 1 فرق میکنه. یکی بگه چرا؟ نگاه کنین، اگر من بخوام حاصل اینو پیدا کنم، اول مثلا من یه ورودی بخوام مثل آ، تو قبلی دیدین ورودی آ بخوام بدم، اول آ رو میدم به آر 1 حاصلش هرچی شد میدم به آر 2، اینجا ورودی رو اول میدم به آر 2 حاصلش هر شد میدم به آر 1. پس من فرق میکنم، مثل اف او جی با جی او اف. خب اف او جی یه تاب است، جی او اف یه تاب، ترکیب تابه ها تو حسابان مطمئنم که یادتونه. نکته 4 در مورد معکوسشه، اینم اونجا خونده بودین، اف او جی وارونه چی میشد؟ جی منهای 1 او اف منهای 1. حالا آر 1 او آر 2 وارونه چی میشه؟ آر 2 وارون او آر 1 وارون، یعنی جاهاشون عوض میشه. نکته بعدی اگه اجتماع بود رو تک تک میتونی بیاری، اگر اشتراک هم بود دوباره رو تک تک میتونی بیاری. اما نکته 7 با هم دیگه ببینیم، میگه اگه زوج مرتب او آ توی رابطه آر باشه، قطعا تو آر او آر هم وجود داره، ولی برعکسش درست نیست. یه نکته حالا جلوتر بهت یاد بدم که یعنی چی. این نکته رو فعلا از من داشته باشه، چه یادداشتش کن، جلوتر هم بهت دوباره تکرار میکنم. اگر رابطه آر بازتابی باشه، آر او آر هم بازتابیه. این در واقع از همینجا نشأت میگیره. ما میتونیم ثابت کنیم براتون که اگر زوج مرتب آ و آ، یا بی و بی، یا سی و سی، یعنی خودش با خودش، یه زوج مرتب مثل دی و دی توی رابطه آر باشه، قطعا تو آر و آر هم هست. حالا اگه من مثلا آ و آ، بی و بی، سی و سی، دی و دی تو رابطه آر باشه، آر و آر هم حتما آ و آ، بی و بی، سی و سی، دی و دی رو داره. ببینیم رو گرافش یه تصور کنیم، آ با آ رابطه داره یعنی توقه، بی با بی رابطه داره یعنی توقه، سی با سی رابطه داره یعنی توقه. اگر رابطه آر گرافش توی رأسهاش توقه باشه، قطعا گراف آر او آر هم بکشم توقه دارن، یعنی اگه آ توقه داشته باشه تو آر او آر هم آ توقه داره، اگه بی توقه داشته باشه تو آر او آر هم گرافشو بکشم بی چیه؟ توقه داره. حالا برعکسش چی؟ اگر آر او آر یه زوج مرتبی مثل یک و یک داشته باشه، آیا حتما رابطه آر هم داشته؟ نه، میتونه داشته باشه میتونه نداشته باشه، شرط لازم نیست. پس برعکسش از این ور درسته ها، اگر مثلا زوج مرتب دو دو در رابطه آر باشه، دو دو حتما تو آر و آر هم هست، یعنی اگه خودشو با خودش ترکیب کنی قطعا دوباره دو دو رو میبینی. حالا اگه دو دو توی آر و آر بود حتما تو آر هم بوده؟ نه خیر. این نکته رو فقط یه اشاره‌ای بهش کردیم، اما نکته خیلی مهمی که میخوام یاد بگیریم اینجاست. برای به دست آوردن رابطه آر و آر، ابتدا ماتریس متناظر با رابطه آر را میابیم، سپس ماتریس ام به توان دو بولی آر را محاسبه میکنیم. ماتریس به دست آمده ماتریس متناظر با رابطه آر و است. در واقع ام به توان دو بولی رابطه آر همون ماتریس آر و آره. این اولین کاربرد اون فیلم قبلی که در مورد ضرب مؤلفه، در مؤلفه جمع بولی، ضرب بولی و تواندو بولی که بهت گفتم. من از این به بعد اگر بخوام رابطه آر او آر رو به دست بیارم چیکار میکنم؟ به جای اینکه برم از اون راه که هی عضو بدم ورودی بدم خروجی بگیرم، دوباره خروجی رو بدم به خود تا به خروجی بگیرم، دیگه از اون راه استفاده نمیکنم، میان سریع ماتریس آر رو به دست میارم، به تواندوی بولیش میرسونم. اون ماتریسی که به تواندو میرسه هم ماتریس آر او آره. تو دو تا مثال اینو قشنگ بهت یاد دادم. اینجا نگاه کن، اگر گراف رابطه آر به صورت روبرو باشد، گراف رابطه آر و آر چند توقه دارد؟ خب گراف رابطه آر داده، آر و آر رو میگه چند تا توقه داره. ببینیم چه شکلی باید این کارو کنیم. من از این بعد وقتی میخوام آر و آر رو پیدا کنم، از تواندوی بولی استفاده میکنم. اصلا آر و آر تو کنکور سراسری، تو مسائل امتحان تشریحی که تو پایان ترمت خواهی داشت دیدی، باید یاد تواندوی بولی بیفتی. چه شکلی؟ من میام چیکار میکنم؟ اول ماتریس اینو مینویسم، چون 4 تا دست دارم، میام اصلا 4 در 4 A B C D رو اینجا میذارم. حالا شروع میکنم، آ با چیا رابطه داره؟ آ با خودش رابطه داره و B، پس خودش و B رو 1 میذارم، بقیه 0. B با چی رابطه داره؟ یه نگاهی که میکنم میبینم B فقط با D رابطه داره، B فقط با D رابطه، پس بقیه 0ن، این 1. C با چی رابطه داره؟ یه نگاه بکنین، C فقط به B وصل شده، پس C با B 1، بقیه 0ن. دی با چی رابطه داره؟ با آ داره، با بی داره، با سی هم داره، پس با آ داره، با بی داره، با سی داره، با خودش نداره. من سری ماتریس رو نوشتم،
طبق نکته‌ای که میدونم ماتریس آر آر همون تواندوی بولیه. پس من میام چیکار میکنم؟ اینو تواندوی بولیشو به دست میارم، سطر در ستون، فقط اینا رو دونه دونه ضرب میکنم، هر وقت بیشتر از یک شد یک میذارم. الان میشه چی؟ یک صفر صفر صفر، جمعشون یک مینویسم. درایه بعدی رو میخوام به دست بیارم، میشه یک صفر صفر صفر، من یک میذارم، جمعشون میشه یک. بعدی رو نگاه کنین، میشه صفر 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 صفر، پس بعدی صفر. بعدی رو ضرب کنیم، یک، ببخشید اولی صفر، بعدی یک، دیگه لازمه بقیه رو ضرب کنم؟ نه، در واقع اینو میخوام بهت یاد بدم، هر وقت سطر رو در ستونی ضرب کردی به یک رسیدی، همون جوابش یک بنویس. تو دونه دونه ضرب میکنی، میگه این در این، این در این، این در این، این در این، جمعش میخواد بنویسی اونجا دیگه. توی تواندوی بولی اگه جمعش بشه چهار، ما که چهار نمینویسیم، یک مینویسیم. سه هم بشه یک مینویسیم، دو هم بشه یک مینویسیم. پس هر وقت اینا رو دونه دونه تا هم دیگه ضرب کردیم، مثلا اولی در اولی ضرب که یک شد، دیگه ادامه نده، چون اگه بیشتر هم بشه ما میخوام یک بنویسیم، همون یک بنویسش. نگاه کن اینجا رو، الان میخوام اینو بنویسم، دونه دونه ضرب کنم، اینجا که فعلا صفره، 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 یکه، جمعش میشه یک. بعدی صفر، 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 یک، جمعش شد یک. بعدی صفر، 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 یک، دوباره یک نوشتم. بعدی صفر، 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 اینجا میشه صفر. سطر سوم، صفر، 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 جمعشون هم صفر. دونه دونه ضرب کنیم دیگه، صفر، 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 دوباره بعدیش نوشتم. بعدی هم به همین ترتیب ضرب کنیم، صفر، بعدی یک. حالا سطر بعدی نگاه کنیم، بچه ها من اینو که ضرب کردم یک شد، دیگه بقیه رو ضرب نمی کنم، چون اگه ضربم کنم جمعش مثلا بشه چهار، بشه سه، بشه دو، میخوام یک بنویسم، همون اولی رو ضرب کردم شد یک، پس اینجا یک رو می‌نویسم. بعدی همون اولی رو ضرب کنیم یکه، پس یک رو می‌نویسم. بعدی صفره و بعدی هم یکه. فقط دقت کنید این عددش بیشتر از یک بوده که من یک نوشتمش. این ماتریسی که به دست اومده ماتریس آر او آره. سوال از من چیو خواست؟ گراف آر او آر. خب من ماتریس آر او آر رو دارم، یه نامگذاری میکنم اونجا، میام میکشمش. خب آ با چیا رابطه داره؟ با خودش، با بی، با دی. بی با چیا رابطه داره؟ با آ، با خودش، با سی. سی با چی رابطه داره؟ فقط دی. دی با چی رابطه داره؟ با آ، با بی، با خودش. این شد گراف آر او آر. سوال پرسید گراف آر او آر چند تا داره؟ سه تا. پس ببین من از این به بعد اگر بخوام رابطه ای رو با خودش ترکیب کنم، از اون حالتی که تو مثال اول همین فیلم برات حل کردم انجام نمیدمش. من از این به بعد ترکیب رابطه ها یا همون آر او آر رو دیدم سر یاد تواندوی بولی میافتم، سری ماتریسش در خودش ضرب بولی میکنم، یعنی صد در ستون ضرب کنم، هر وقت بیشتر از یک شد فقط عددش رو یک میذارم، اون میشه ماتریس آر او آر. تو ماتریس آر او آر رو داشته باشی، زوج مرتبش هم میتونی بنویسی، گرافش هم میتونی بکشی. علامت مثلا سوال بده یه گراف آر او آر زوج مرتبش چیه؟ خب به راحتی میتونی بگی، میگیم چیه؟ آ و آ، آ و بی، آ و دی، بی و آ، بی و بی، بی و سی، سی با دی، دی با آ، دی با بی، دی با دی. پس تو اگه ماتریس داشته باشی زوج مرتبه رو داری، گراف رو داری، هر سوالی که بپرسه داری. یکی دیگه حل کنیم، ماتریس رابطه آر به صورت چیزی که داریم میبینیم از کدام زوج مرتب در آر او آر قرار ندارد؟ چهار و چهار، چهار و سه، چهار و دو، چهار و یک. ببین نحوه برخورد من با اینجور تستا تو کنکور سراسری چیه. من هفته سر جلسه کنکور سراسری میبینم آر او آره، میگم فقط تو گسسته یه جا آر او آر داشتیم، ام به تواندوی بولی. هر وقت آر او آر دیدی میگی ماتریس آر او آر همون ماتریس ام به تواندوی بولیه. پس فقط کافیه که رابطه آر ماتریس رو در خودش ضرب بولی کنم. ضرب بولی چجوری بود؟ سطر در ستون ضرب میشد، هر وقت درایه بیشتر از یک شد یک میذاشتیم. اما من میام کلش رو ضرب کنم؟ نه، یه ذره که زرنگ باشی. سوال گفته کدام زوج مرتب در آر او آر قرار نداره، چهار تا گزینه هم که بیشتر نداره. شما فقط کافیه که سطر چهارم آر او آر رو به دست برید، چون درایه 4 و 1، 4 و 2، 4 و 3، 4 و 4. ببین چی گفتم؟ من میگم ماتریس آر او آر همون تواندوی بولیه، پس من کافیه اونو در خودش چیکار کنم؟ ضرب کنم. با توجه به گزینه ها میفهمم فقط کافیه سطر 4 رو در ستون رو ضرب کنم. اول ضرب بکنم بعد میگم چرا. من اصلا لازم نیست اینا رو بدونم چنده، نمیرم اینا رو همه رو حساب کنم دو ساعت، فقط سطر چهار رو. ببین اولی چی که ضرب میکنم یکه، یک شد دیگه یکشو مینویسم.
بعدی اولیه که ضرب کنم یکه، دیگه یکشو می نویسم. بعدی ضرب کنم میشه صفر 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 صفر، این دیگه صفر شد. بعدی صفر یک، چون که یک رسیدیم یکو میذاریم. حالا بچه اگه من یک دو سه چهارا رو بذارم تو گزینه ها چی بود؟ گفته کدوم زوج مرتب در آر و آر قرار ندارد. خب الان نگاه میکنم، چهار و یک قرار دارد، چهار و دو قرار دارد، ولی چهار و سه قرار ندارد. پس من با توجه به گزینه ها فقط چهار تا گزینه مو رفتم به دست آوردم. گزینه های من چی بودن؟ 4 و 1، 4 و 2، 4 و 3، 4 و 4. من این چهار تا درایه رو رفتم به دست آوردم. اونی که صفر یعنی قرار نداره در آر و آر، اونی که یک یعنی قرار داره. پس من تو این فیلم به تو یاد دادم که چه شکلی با توجه به دانسته هامون در ریاضیات گسسته یک رابطه رو با خودش ترکیب کنیم.